میمان خیلی گرامی داریم در رابطه با روز میلاد با سعادت حضرت بهترین عالم، در رابطه با خصوصیات رفتار و کردار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بیشتر صحبت میکنیم که ما بیشتر هم مهمان گرامی داشتیم در رابطه با صلح و آشتی و دوستی و همزیستی و برادری و برابری صحبت کردند که اونا هم نکات خوب را اشاره کردند که چون اون هم دیدگاه حضرت بهترین عالم بود که در جایی که صلح باشه خیر هم است. و مهمان خیلی گرامی داریم سالم حسنی استاد پوهنتون است، در رابطه با روز میلاد با سعادت حضرت بهترین عالم بیشتر صحبت میکنیم. سلام جناب استاد، صحبتان بخیر. روز میلاد با سعادت حضرت بهترین عالم بر همه مسلمانان و بر ما و شما مبارک باشه. سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت همه بینندگان بزرگوار، همکاران تکنیکی شما، و این روز با سعادت را خدمت همه مسلمانان جهان و هموطنان عزیز ما در تمام گوشه گوشه افغانستان و جهان تبریک عرض میکنم و به برکت این روز از خداوند متعال میخواهیم که رحمت و آسایش و امنیت و آرامی را آرزانی تمام مردم مسلمان و انسانهای ساکن در جهان علی خصوص مردم عزیز افغانستان بگردانه. در خدمت شما هستیم و امروز روز مولود پیامبر عظیم شأن اسلام است. جناب استاد، میخواییم بیشتر بدانیم در مورد روز میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که این روز چیگونه یک روز است و ما مسلمان ها باید کدام نکات بیشتر رعایت بکنیم و موضوع اصلی و اساسی دهی است که ما چیگونه یک پیرو پیامبر خدا رسول خدا باشیم. یقینا خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید که و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. در وجود و زندگی و رفتار پیامبر بزرگوار اسلام برای شما مسلمانان بهترین الگو و بهترین اسوه است. یقینا پیامبر بزرگوار اسلام از چند جهت میتونه برای ما الگو و سرمشق باشه. یکی از جنبه های الگوییشان که ایشان حتی قبل از اینی که به پیامبری مبعوث شوه یک شخص بسیار امین و امانتدار در بین مردم معروف بود و به همین جهت حتی در زمان قبل از بعثت و رسالت ایشان به محمد امین معروف بود و هرگاه مردم میخواستند که اموال خودشان را و امودارایی های خودشان را به شخص امین بسپارن حضرت محمد را انتخاب میکردن و به ایشان مراجعه میکردن. و خصلت دوم ایشان که باز هم قبل از پیامبری بسیار بله جناب استاد در مسیر راه هم هستن و سپاسگزاری میکنیم از اینکه خواستن امروز با ما هم کلام شوند از طریق خط اسکایپ. اما چی خوبی داره که بیشتر بداریم و بفهمیم در روز میلاد با سعادت حضرت بهترین عالم در رابطه با خصوصیات، در رابطه با رفتار، در رابطه با برخورد خوب اجتماعیشان که الگو بودن هستن و ما هم بیشتر بدانیم و بفهمیم که پیغمبر خدا رسول خدا صلی الله علیه و سلم کارهای خیرشان بیشتر چی بود بر مسلمین. جناب استاد ادامه صحبت ها را بازم با شما هستیم و فکر میکنم که استاد در مسیر راه هستن و خوشبختانه بگویم با وصف که مسیر راه هم هستن اما علاقه گرفتن که از طریق برنامه صحب زندگی از طریق خط اسکایپ با ما هم کلام باشن و بیشتر به مناسبت از روز میلاد با سعادت حضرت بهترین عالم صحبت بکنیم. خب باز هم یک بار دیگر روز میلاد پیغمبر خدا را برای همه مبارک باد میگیم. انشالله که این روز بهترین روز بدانن و یک فال نیک هم داشته باشن. جناب استاد انشالله که رسیده باشین، در مسیر راه هم هستین. بله بله، ما محفل روان هستیم و مخاطر راستی بله. را مشکل میشه صحبت ادامه در رابطه با خصوصیات اخلاقی پیامبر اکرام صلی الله علیه و سلم بیشتر صحبت بکنین که رفتارش، برخوردش با مسلمین در اجتماع، در خانواده چیگونه بود و چقدر اخلاق پسندیده ای داشتن. بله، همون گونه که من پیشترم خدمت شما عرض کردم پیامبر بزرگوار اسلام حتی قبل از بعثت به عنوان یک شخصیت اخلاقی، یک شخصیت اخلاق مدار معروف بود
و ایشان دو صفت را که من پیشتر عرض کردم، صفت امانتداری و صفت صداقت و راستگویی، در وجود پیامبر بزرگوار اسلام بسیار تبلور داشت. این دو صفت از صفتهای کلیدی اخلاق انسانی هست، چه از دیدگاه اسلام بگیریم چه از دیدگاه سایر ادیان و اصول انسانی. بحث صداقت و امانتداری از مسائل بسیار مهم در مناسبات اجتماعی است و در حقیقت زیربنای مسائل اجتماعی را همین امانتداری و صداقت می سازه. و بعد از این دو صفت، صفتهای دیگری که در وجود پیامبر بزرگوار اسلام است، یکی بحث نرمخویی و اخلاق حسنه است که در وجود پیامبر بزرگوار اسلام بسیار به صورت واضح موج میزنه و خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک، و قبلش میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، میگه که خداوند متعال رحمتی را در وجود تو نهاده که توسط این رحمت تو با مردم به ملائمت و مهربانی رفتار میکنی و این رحمت و مهربانی تو باعث شده که انسانها را به سمت تو جذب بکنه. اگر تو صفت رحمت و نرمخویی در وجود تو نباشه، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک، خداوند متعال میفرماید که اگر تو با مردم با خشونت رفتار میکردی و رفتار تو خشن می بود، رفتار تو قهرآمیز می بود، یقینا مردم از اطراف تو پراکنده می شد. پس بنابراین می فهمیم که در کنار صداقت، در کنار امانتداری، نرمخویی و ملاتفت با مردم عامل دیگر است که توانست انسانها را بر محور وجود نازنین پیامبر جمع بکنه و وجود نازنین پیامبر توانست ارتباط مستحکم عاطفی با مسلمان ها برقرار بکنه. شما می دانین که رابطه پیامبر یک رابطه صرفا یک رهبر نظامی خشک با پیروانش نبود، بلکه یک وجود اخلاقی بود که دیگران را با اخلاق خودش شیفته خودش می‌کرد. بله. یا به تعبیر امروزی پیامبر بزرگوار اسلام پادشاه ابدان و بدنها نه، بلکه پادشاه قلبها بود و با اخلاق حمیده و اخلاق نیکویش بر قلبهای همه کسانی که او را می‌دیدند و می‌شناختند حکومت می‌کرد. و خیلی از کسانی که به اسلام گرویدن، یکی از عوامل مهمی را که ذکر میکنه اخلاق حمیده پیامبر است و پیامبر بزرگوار اسلام با اخلاق حمیده خودش وقتی آموزه های اسلام را تبلیغ میکرد و بیان میکرد، بله جناب استاد، هم منطق صحیح اسلام را در میافتن و هم اخلاق حمیده پیامبر آنها را جذب میکرد. آخرین سوال استاد، اگر بپرسیم سیره اخلاقی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در برابر زنان چگونه بود؟ پیامبر بزرگوار اسلام یکی از شخصیت های است، یا در حقیقت میتونیم بگیم که بزرگ ترین نجات دهنده زنان از در حقیقت جهالت عربی بود. پیامبر بزرگوار اسلام با رفتاری که کرد رفتار انسان ها را با زنان تغییر داد. پیامبر بزرگوار اسلام در برابر دیگران دختر خودش را میبوسید، در برابر دیگران به زنان احترام میگذاشت و در برابر دیگران از زنان تعریف میکرد. مثلا زمانی که از تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برایشان خبر داد، ایشان بسیار خوشحال شد، در حالی که ما در قرآن کریم داریم که در میان عرب این گونه مرسوم بود که به هر کس میگفت خانه تو دختر شده، این فرد بسیار ناراحت میشد و ظل وجهه مسودا و رنگ چهرهش سیاه میشد و تغییر میکرد. اما پیامبر نه تنها رنگ چهرهش سیاه نشد و تغییر نکرد، بلکه خوشحال شد و فرمود که انها ریحانه اشمها، حضرت زهرا یا همین دختری که مداده شده، این در حقیقت ریحانه و گل است که ما او را میبویم. و از این جهت رفتار اجتماعی نسبت به زنان را به عنوان یک گلگو تغییر داد و در آیات قرآن و همچنین در رفتاری که خود ایشان داشت، در حقیقت معیار توجه به فرزندان را تغییر داد. فقط توجه به فرزندان پسر ملاک نبود، پیامبر بزرگوار اسلام یاد داد که ما باید به دختران خود هم احترام بگذاریم. به ایشان فرمود که خدا هر پسر را که به هر خانواده میتن نعمت است و هر دختر را که میدهد رحمت است و از نعمت سوال میشه، و اما برای رحمت خداوند ثواب میده.
بنابراین رفتار پیامبر با زنان رفتار بسیار مؤدبانه، رفتار بسیار همراه با ملاتفت، و ایشان هر زن و دختر خانمی را که با او رابطه اجتماعی داشت با آنها با احترام با بسیار متانت برخورد میکرد. همسران پیامبر امهات المؤمنین همگی از رفتارهای پیامبر، از رفتار اخلاقی پیامبر راضی بودند و همگی بر اساس همین رفتار پیامبر عاشق پیامبر و دلباخته پیامبر بودند. بنابراین رفتار پیامبر با زنان و دختران رفتار نجاتگرایانه است، یعنی در او وضعیت جاهلی عرب رفتار پیامبر، آموزه های پیامبر و اخلاق پیامبر نجات دهنده دختران و زنان بود. تشکر جناب استاد، واقعا نکات خیلی خوب و ارزنده را اشاره کردین و میخواییم یک پیامی از شما داشته باشیم به مناسبت از روز میلاد. چیگونه یک پیام خواهد بود؟ پیام را خداوند متعال داده. من دو تا پیام می خدمت شما میخوانم. یکی خداوند میفرماید که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پیامبر مایه رحمت است برای همه جهانیان، علل خصوص مسلمانان و کسانی که به او ایمان آوردن. و پیام دوم خداوند متعال میفرماید که و محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، محمد پیامبر خداست و کسانی که همراه او است در مقابل کفار غلیظ هستند، اما در مقابل مسلمان ها با رحمت و مهربانی رفتار میکنند. ما پیامی که از این دعای میگیریم این است که در این ایام ولادت پیامبر که پیامبر رحمت است، پیامبر عطوفت است، پیامبر مهربانی است، ما در جامعه اسلامی در هر جایی که بینان مسلمان زندگی میکنیم با دیگران با رأفت رحمت رفتار بکنیم و هر گونه اسباب جنگ، قتال، کشتار و هر چیزی که پیامبر را و مسلمانان را و انسانها را اذیت میکنه از آن گونه رفتارها اجتناب بکنیم. و امیدواریم که به برکت مولود نازنین پیامبر رحمت در سرزمین ما هم صلح همراه مهربانی، عطوفت و همدیگر پذیری حاکم شود و بتانیم زندگی مسالمت‌آمیز که شایسته انسان افغانیست را داشته باشیم. استاد تشکر از شما. روز خوبی خوش داشته باشین. سربلند باشین. سلامت باشین. خدا حافظ. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.